سرخط خبرها. بی‌اعتنایی معترضان عراقی به مقررات منع آمده شد. در اعتراض‌ها در بغداد و چند شهر دیگر دست کم 18 نفر کشته شدند. مشاهدات من افقی از پیروزی را نشون نمیداد. تلاش برای ترور فرمانده نیروی قدس سپاه. رئیس سازمان اطلاعات سپاه میگوید طرح خونسا و 3 نفر دستگیر شدند. تلاش پاکستان برای زنده کردن گفتگوهای آمریکا و طالبان. افغانستان میگوید دیدار با شورشیان خلاف اصول روابط بین کشورهاست. و تلاش برای راه اندازی دوباره کتابخانه موصل. 4 سال پس از کتاب سوزی داعش، دانشگاه‌های بریتانیا به تهیه کتاب‌های جایگزین این کتابخانه کمک می‌کنند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. تظاهرات و ناآرامی در پایتخت عراق برای 3 روز پیاپی ادامه دارد و تاکنون موجب کشته شدن دست کم 18 نفر شده است. از سحرگاه امروز در بغداد مقررات منع آمد و شد اعلام شده و ماموران پلیس به سوی تظاهرکنندگان گلوله جنگی شلیک کردند. این حرکت اعتراضی از 2 روز پیش در اعتراض به فساد، بیکاری و کمبود خدمات اجتماعی در عراق آغاز شده و تظاهرکنندگان خواهان سرنگونی حکومت هستند. گزارش مهرداد فرهمند رو ببینیم. تظاهرات علیه حکومت در عراق بی سابقه نیست، اما این برخورد شدید در عراق پس از صدام تازگی دارد. خشونت یک جانبه نیست، پلیس هم کشته و زخمی داده. این جنبش نه رهبر دارد نه سازماندهی، نقطه تمرکز هم ندارد. امروز چند گوشه مختلف بغداد صحنه تظاهرات است. شهرهای دیگری هم ناآرام شده، اما خواستگاه اعتراض ها یکی است. این همه پول 3 صادرکننده بزرگ نفت جهان کجا می رود؟ چرا جیب ملت خالی است؟ احنا مطالبنا نريد شغل. کار می خواهیم، خواسته ما کاره. اگه میگن ما عراقی نیستیم از اینجا بیرونمون کنن، ما هم شناسنامه‌مون رو میندازیم و میریم خارج. ما تغییر میخواییم، میخواییم کل حکومت سرنگون بشه. این تظاهرات مردمه، حرکت سیاست زده نیست. همه مردم به پا خواستن و به کمتر از سرنگونی حکومت راضی نمیشن. ما 1 سال 2 سال بهشون فرصت دادیم. ما مردمیم، احزاب پشت سر ما نیستند. همه شرکای قدرت، شیعه و سنی، اسلامگرا و سکولار آماج خشم تظاهر کنندگانند. مرتضی فرهمند، BBC. بیشتر گفتگویی داشتیم با غسان آشور، تحلیلگر مسائل عراق، و از او درباره نارامی‌های امروز بغداد پرسیدم. جرقه در واقع این موج رو بر کناری یکی از جنرال‌های محبوب و ملی در عراق زد. ایشون الان در حبس خانگی هستش، در واقع هیچ کس نمی‌دونه کجا هستش و به نظر میاد که در منطقه سبت بغداد ایشون در حبس هستش. در صورت این فقط جرقه‌ای بود که زده شد، اما این در واقع مشکلات دراز مدتی که ظرف 16 سال گذشته در عراق وجود داشته. هر سال در واقع حداقل 1 بار در سال اینها غلیان میکنه و مردم به خیابانها میریزن و در واقع از سیاستمداران خودشون درخواست میکنن که وضعیت رو عوض بکنن. اما تفاوتش این هستش که امسال به نظر میاد که این بسیار در خود بغداد بسیار شدیدتر بوده. در گذشته ما تظاهرات بسیار شدید در جنوب عراق داشتیم، خاصتا در بصره، اما بغداد به این وضعیت هیچ وقت نبوده. معمولا تظاهرات در مرکز شهر، در میدان آزادی یا همون تحریر متمرکز بوده.
امسال میبینیم که ظرف سه روز گذشته، خاصتا دیروز و امروز، در تمام مناطق بغداد تظاهرات وجود داره. مردم از هفت صبح خیابون میریزن و خیابانها رو میبندن با آتش در واقع تایرهای ماشین، سعی میکنن این خیابان رو ببندن. در مقابل هم دولت احساس کرده که این بسیار خطرناک هستش و به خاطر همین هم هستش که منع رفت و آمد رو در بغداد و چندین هم در واقع شهر جنوبی عراق اعلام کرده. اصولا برخورد دولت رو با این اعتراض ها چطور ارزیابی میکنید و چقدر خطر به خشونت کشیده شدن این اعتراض ها وجود داره؟ از همون در واقع لحظه اول اینها به خشونت کشیده شد. در واقع شهرهای جنوبی تا همین الان بعضی از در واقع ادارات سوخته شده، همچنین مقر احزاب، دفتر بسیاری از احزاب همین الان با آتش کشیده شده. در خود بغداد می‌بینیم که از همون لحظه اول نیروهای امنیتی در واقع شروع کردن به شلیک به تظاهر کنندگان. وقتی اینها سعی کردن که در واقع از پل که پلی که اینها رو از منطقه صف جدا میکنه بگذرن، بعد از اون در همه مناطق بغداد، خاصتا مناطق مرکزی بغداد، به طرف اینها شلیک کردن. نه تنها گاز اشکاور بلکه حتی گلوله های واقعی هم به طرف اینها شلیک شده. برای خشونت، احتمال خشونت به حد اکثر خودش رسیده. حتی اینها رو در واقع دنبال میکنن، به خونه هاشون میرن. در بصره در واقع شب گذشته دو نفر، در واقع یک زوج، یک مرد و خانومشون کشته شدن. اینها از فعالان تظاهرات در بصره بودن، اینها رو در خونه خودشون در واقع کشتن. برای این احتمال خشونت بسیار زیاد هستش. اگر این ادعا پیدا کنه، همینطور که تا الان هم دیدیم بعضی لباس شخصی ها در حالی که چهره خودشون رو پوشوندن هم به نیروهای امنیتی حتی کمک کردن در بعضی موارد، احتمال داره که بسیاری از اونها که وابسته به احزاب در واقع اسلامی هستن هم به خیابان ها بریزن و در واقع میزان و مقدار خشونت رو هم افزایش بدن. گفتگویی بود با غسان آشور، تحلیلگر مسائل عراق. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی اعضای خاندان سلطنتی و افراد با نفوذ عربستان گزارش داده، پس از حمله های اخیر به تأسیسات نفتی این کشور، نارضایتی برخی اعضای خاندان سعودی از محمد بن سلمان ولیعهد بالا گرفته. بر اساس این گزارش، برخی از منتقدان دلیل افزایش تنش های اخیر با ایران را سیاست های تهاجمی بن سلمان علیه تهران می دانند. حمله های دو هفته پیش به تأسیسات نفتی آرامکو موجب اختلال در دست کم نیمی از تولید نفت روزانه عربستان شد. آمریکا و عربستان میگویند این حملات را ایران انجام داده، هرچند تهران هر گونه دست داشتن در آن را رد کرده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگوید خبر بلا تکلیفی کشتی های حامل کالاهای اساسی برای ایران صحت ندارد. تسنیم از قول یک مقام مطلع در استان خوزستان نوشته معطلی این کشتی ها به دلیل تغییر سیاست واردات و ورود کالاها اضافه بر ظرفیت تخلیه و انبارداری است. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داده بود بیش از 20 کشتی با حدود 1,000,000 تن غله به علت تحریم های آمریکا و مشکل پرداخت های بانکی در بنادر ایران بلا تکلیف ماندند. در ایران حسین طائب مسئول سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید طرح ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس کشف و خونسا شده. این خبر دو روز پس از آن منتشر میشود که رسانه های ایران مصاحبه مفصل با آقای سلیمانی منتشر کردند. او در این مصاحبه از جمله از نقش مستقیم خود در جنگ 13 سال پیش اسرائیل و حزب الله لبنان سخن میگوید. کسرا ناجی در گزارشش میگوید رهبر ایران که این روزها با احتمال جنگ روبروست به سپاه پاسداران به ویژه نیروی قدس بیش از پیش امید بسته است. توصیه سوم رهبر انقلاب به سپاه پاسداران. فرماندهان سپاه پاسداران دیروز در جلسه ای با رهبر ایران که از آنها خواست برای مواجهه با حوادث بزرگ آماده شوند و حضور بیشتر فرای مرزهای ایران، دستوری به فرمانده سپاه قدس بخش برون مرزی سپاه. رهبر انقلاب افزودند نگاه وسیع فرامرزی که مسئولیتش با سپاست عمق راهبردی کشور است و گاهی از واجبترین واجبات هم لازمتر می شود. رهبر ایران که کشور را زیر سایه جنگ می بیند بیش از پیش به سپاه چشم و امید دوخته است و قاسم سلیمانی که او را شبیه سرداران بزرگ صدر اسلام می داند. رئیس سازمان اطلاعات سپاه از شکست طراحی دستگاه‌های امنیتی عبری عربی برای ترور سرلشکر حاج قاسم سلیمانی و دستگیری تیم سه نفره ترور خبر داد. اما امروز خبر آمد که ایران توطئه‌ای برای سوء غصب او را کشف و خنثی کرده. این مسئول سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در جمع سپاهی هم. تا
توی این طراحی این بود که در ایام فاطمیه بیان یک محلی رو پشت به پشت حسینیه مرحوم پدر آقای سلیمانی اونجا رو بخرن، 350 کیلو تا 500 کیلو مواد بیارن، این کانال از زیر بذارن زیر حسینیه، زمانی که سردار سلیمانی که هر همه ساله تو تاسوعا و عاشورا و تو ایام فاطمه میره تو حسینیه، در بین جمعیت این انفجار رو انجام بدن و بعدا میگن مسئله داخلی بود. هنوز معلوم نیست که کی این توطئه خونسا شده، توطئه‌ای که هیچ منبع مستقلی آن را تایید نکرده. در روزهای اخیر رسانه‌های ایران این فیلم را پخش کردند از مصاحبه‌ای از خاطرات فرمانده نیروی قدس درباره جنگ حزب الله و اسرائیل تقریبا 13 سال پیش که او در آن از نقش مستقیمش و حضورش در جنوب لبنان سخن می‌گوید. از تهران اصرار داشتند که من بیام برای توضیحی که چیه. من از یک راه فرعی برگشتم، خدمت ایشون رسیدم، من گزارشی دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود، یعنی مشاهدات من افقی از پیروزی را نشون نمیداد. جنگ که تابستان سال 2006 با کشتن و به گروگان گرفتن چند سرباز اسرائیلی شروع شد 33 روز طول کشید. حدود 800 نفر در جنوب لبنان کشته شدند و 119 نفر در اسرائیل. جنگی که خرابی های وسیعی در جنوب لبنان به بار آورد. جنگی که با دعای رهبر و توسل به خدا و فرماندهی سردار نیروی قدس با پیروزی مقاومت به پایان رسید. شاید نسخه‌ای برای جنگی که ممکن است در پیش باشد. کسروناجی بی بی سی. همکارم پوریا ماهرویا نجا در استودیو با ما است تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. پوریا، آیا به نظر میاد که رسانه‌ها دارن بیشتر پوشش میدن اتفاقات مورد بحث در مورد آقای سلیمانی رو؟ بله همینطوره ناجیه، در روزهای گذشته این چند اتفاق پشت سر هم افتاد که آقای سلیمانی بیشتر بیاد در صدر اخبار. مهمترینش همین مصاحبه‌ای بود که با سایت رهبری بود، دفتر رهبری بودش که بعداً توی صدا سیما هم پخش شدش. مصاحبه‌ای بود که به گفته آقای سلیمانی 20 سال بود مصاحبه مطبوعاتی نکرده بود. البته نمیشه گفت که حرفای آقای سلیمانی شنیده نمیشد. این مصاحبه بیشتر از اینکه مصاحبه مطبوعاتی باشه به نوعی یک گونه سخنرانی بود. در تمام این سالها آقای سلیمانی سخنرانی داشته، چه در ایران چه در خارج از کشور، و اینها بازتاب پیدا کرده. به هر حال آقای سلیمانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در منطقه است، فرمانده سپاه نیروی قدس، نیروی برون مرزیه و قدرت و نفوذ زیادی در منطقه داره و هر از گاهی موقعی که در صدر اخبار میاد در واقع نشون داده میشه که ما جمهوری اسلامی میخواد بگه ما قدرت داریم. در کنار این باید بذاریم که این جنگ لفظی که بین ایران و اسرائیل هستش همزمان با پخش این مصاحبه یک روز بعد و یک روز قبلش هم همینطور بود، فرمانده سپاه میاد میگه که ما دیگه میتونیم اسرائیل رو نابود کنیم و در گام دوم اسرائیل از جغرافیای عالم حذف خواهد شد. در کنار این رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران سرلشکر باقری میاد میگه که ما حضور مستشاری در یمن داریم، چیزی که قبلا شنیده نمیشد. ایران تکذیب میکرد حضور نظامی و حتی مستشاریشو در یمن و میگفت ما حمایت شاید میکرد از حوثی‌ها، ولی الان میگه حضور مستشاری داریم، همونطور که در سوریه میگفت حضور مستشاری داریم. تمام اینا رو که جمع کنیم در واقع نشان دادن قدرت سپاه در منطقه است. قدرت سپاه در منطقه یعنی قدرت جمهوری اسلامی در منطقه و نماینده این قدرت قاسم سلیمانی. از یک طرف هم بعضی فکر میکنن که این مطرح شدن آقای سلیمانی در شبکه‌های در رسانه‌های داخل ایران بیشتر میتونه نشانه ای از این باشه که اون از او دارن حمایت میکنن برای یه گزینه برای ریاست جمهوری. بله شنیده شده در کنار آقای سلیمانی اسم آقای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم مطرح بوده که این دو نفر در واقع گزینه‌های جبهه اصولگرا هستن برای ریاست جمهوری. هرچند آقای سلیمانی تا کنون همواره تکذیب کرده، گفته که هیچ موقع دلش نمیخواد رئیس جمهور بشه، خودش رو سرباز صفر ولایت می‌دونه، ولی باید ببینیم تا یک سال دیگه چه اتفاقی میفته. به هر حال آقای سلیمانی در جایگاهیه که شاید
بشه گفت جایگاهی بالاتر از رئیس جمهور داشته باشه، یک قدرت منطقه‌ای و نفوذ منطقه‌ای داره، فرمانده یکی از نیروهای چهارگانه سپاس، از لحاظ ساختار اداری در واقع دو سن فرمانده بالا سر این هستن، دو فرمانده حتی درجه شون از ایشون پایین تره، ولی نفوذ و قدرت و محبوبیتی که نزد آقای خامنه ای داره شاید بیشتر از اونها باشه. 22 سال فرمانده یک نیروی بسیار مهم نظامی، بجز شاید آقای فیروزآبادی هیچ فرمانده دیگه این همه مدت در صدر یک نیرو نبوده، هیچ محدودیت زمانی نیستش، دوره‌ای نیستش که مثلا بگیم 5 سال یا 10 سال دورش تموم میشه، و برداشتن آقای سلیمانی از اون فرماندهی و بردنش در یه جایگاه دیگه که حالا باید به جایی که به رهبر پاسخگو باشه باید به مجلس و مردم هم پاسخگو باشه، شاید یه ذره الان بعید به نظر میرسه و تمام اینا باید ببینیم تا یک سال دیگه چه اتفاقی میفته. شاید در اون لحظه آقای خامنه‌ای کسی دیگه یه داشته باشه که بتونه جای آقای سلیمانی بذاره. به هر حال آقای سلیمانی این قدرت و این شهرت رو در طی سال‌ها 22 سال کسب کرده و کسی رو جای او گذاشتن شاید به این راحتی نتونه اون قدرت رو دوباره باز کنه. متشکرم از تو پوریا ماهرویان اینجا در استودیو با ما. اجازه بدید نگاهی بندازیم دوباره به مهمترین عناوین این بخش خبری. بر اثر تیراندازی پلیس به سوی معترضان در بغداد، پایتخت عراق دست کم 18 نفر کشته شدند. تظاهر کنندگان به فساد، بیکاری و خدمات عمومی ناکافی معترضند. در ایران مسئول اطلاعات سپاه پاسداران میگوید طرح ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس کشف و خونسا شده است. در ادامه این برنامه، 4 سال پس از آتش زدن کتابخانه موصل توسط داعش تلاش برای بازسازی آن ادامه دارد. سفر هیئتی از گروه طالبان به پاکستان و شیوه پذیرایی از آنها موجب نارضایتی کابل شده. دولت افغانستان در واکنش به این دیدار گفته میزبانی از طالبان برخلاف تمام اصول روابط بین کشورهاست و به روند صلح کمکی نخواهد کرد. هیئت 12 نفری طالبان دیروز وارد اسلام آباد شد. وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با این هیئت گفته امیدوار است گفتگوهای صلح آمریکا با نمایندگان طالبان اثر گرفته شود. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. نمایندگان طالبان این بار در اسلام آباد بعد دعوت وزیر خارجه شاه محمود قریشی به این کشور آمدند. هیئت طالبان با نخست وزیر، رئیس استخبارات و رئیس استاد ارتش پاکستان هم دیدار کرد. همزمان با طالبان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم به اسلام آباد آمده. پاکستان خواهان از سرگیری مذاکرات آمریکا و طالبان شده. می‌خواهد حسن نیتش را در مورد افغانستان نشان بدهد. اما دولت سفر طالبان به اسلام آباد را خلاف اصول روابط کشورها می‌داند. ارگ ریاست جمهوری می‌گوید هر گونه مذاکره باید به مالکیت دولت باشد. ما پروسه صلح را می‌خواهیم که پیش بره و طالبان هم میره باید بدانند که کلید صلح در پایتخت‌های کشورهای دیگر نیست. اگر واقعا به صلح تعهد دارند با مردم و دولت افغانستان باید مذاکره بکنند و از خشونت دست بکشند. صلح ما در تهران و در مسکو و یا در اسلام آباد نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 1 ماه پیش در یک اقدام غافلگیر کننده مذاکره با طالبان را لغو کرد. در واکنش به کشته شدن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی در کابل، پس از لغو مذاکرات آمریکا و طالبان، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم توجه بیشتری را به خود جلب کرد. اما اکنون انتخابات ظاهراً به بن‌بست مواجه شده و به نظر می‌رسد یک بار دیگر بازار گفتگوهای صلح گرم خواهد شد. روین رهنوش، BBC کابل. نیروهای داعش 4 سال پیش با آتش زدن کتابخانه دانشگاه موصل 1 میلیون جلد کتاب با موضوعات فلسفی، حقوقی، علمی و شعر را سوزاندند. سازمان یونسکو این اقدام را یکی از مخربترین موارد ویرانی کتابخانه ها در تاریخ بشر نامیده. جان سیمسون خبرنگار BBC به موصل در شمال عراق رفت و از تلاش ها برای بازسازی این کتابخانه گزارشی تهیه کرده.
زمانی اینجا یکی از خارق العاده ترین مکانهای جهان بود، شهر قدیمی موسل. داعش در سال 2014 اینجا را گرفت و تا آخرین نفس در خرابه هایش جنگید. حالا ساختمان‌های قدیمیش ویران شده. دو سال پیش در جریان آزادسازی شهر همه‌شان بمباران شدند. بیشترشان غیرقابل سکونتند. مشخص نیست آیا بازسازی می‌شوند یا نه. این صالح ابا احمد است. روزی اینجا خانه باشکوهی داشت. لا والله يا ابوين. خیلی وحشتناک بود، برام مثل کابوس بود، نمیتونستم باور کنم، تصورش سخت بود، چون اونها میخواستن نشانه های فرهنگ و آموزش مردم رو از بین ببرن، میخواستن به مردم بگن که دیگه فرهنگ و آموزش وجود نداره. از شهر قدیمی که دور میشویم، اوضاع بهتر میشود، از رود دجله عبور میکنیم و به شرق موسل میرویم. You get the feeling that people here are desperate. این احساس بهتون دست میده که انگار مردم میخوان گذشته رو پشت سر بذارن و سالهای وحشتناکی رو که زیر حکومت داعش گذروندن فراموش کنن. نکته قابل توجه اینه که افراد زیادی از رودخونه عبور نمیکنن تا به شهر قدیمی برن. به نظر میاد میخوان همه چیز رو از ذهنشون بیرون کنن. Whole thing out of their minds. در این بخش از شهر زندگی دارد به حالت عادی باز می‌گردد، اما شرق موسل هم صدمه‌های زیادی از داعش دیده. آنها دانشگاه شهر را تصرف کردند و کتابخانه مشهورش را که یکی از بزرگترین کتابخانه‌های خاورمیانه بود به عمد آتش زدند. 1,000,000 کتاب را سوزاندند. بعد خود ساختمان کتابخانه را هم آتش زدند. It was like a nightmare for me. I couldn't believe it. I couldn't imagine that. دکتر علا همدون حالا مسئول یک کارزار بین‌المللی برای بازسازی کتابخانه است. اما چرا داعش این کتاب‌ها را سوزاند؟ Because they want to destroy the culture. چون اونا می‌خواستن نشانه‌های فرهنگ و آموزش مردم را از بین ببرن. می‌خواستن به مردم بگن که دیگه فرهنگ و آموزش وجود نداره. That there is no more culture, no more education. حالا دانشگاه‌های بریتانیا از جمله لیورپول و نیوکاسل در تهیه کتاب‌های جایگزین برای این کتابخانه پیشتاز هستند. مؤسسه خیریه بوک اید بریتانیا نقش مهمی در انجام این کار دارد. حالا مشکل پیدا کردن مکانی برای نگهداری از کتاب‌هایی است که به اینجا می‌رسند، اما در نهایت روزی این کتابخانه دوباره راه اندازی خواهد شد. بازسازی شهر بعد از اشغال داعش سال‌ها طول می‌کشد. گروه های اورژانس هر روز قسمت هایی از بقایای انسان ها را پیدا می کنند. ویرانی وحشتناکی اینجا اتفاق افتاده. هم کشتار مردم شهر و هم سوزاندن کتاب هایش. کتاب ها را می توان جایگزین کرد، اما انسان ها را نه. جان سیمپسون، بی بی سی نیوز، موسل. در پی حمله مردی با چاقو به مقر پلیس در پاریس، پایتخت فرانسه، 4 مامور پلیس کشته شدند. سخنگوی اتحادیه پلیس فرانسه گفته فرد مهاجم که از کارکنان بخش اداری پلیس بوده به ضرب گلوله کشته شده. این حمله یک روز پس از اعتصاب سراسری پلیس فرانسه در اعتراض به افزایش خشونت‌ها علیه ماموران پلیس و افزایش میزان خودکشی آنها صورت می‌گیرد. پلیس در دهلی پایتخت هند میگوید موفق شده در چند عملیات از حملات تروریستی احتمالی جلوگیری کند. در این عملیات چند نفر بازداشت شدند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، حملات امروز پلیس هند به دنبال اطلاعاتی مبنی بر احتمال وقوع حملات تروریستی صورت گرفته. نخست وزیر هند چندی پیش امتیازات ویژه منطقه مسلمان نشین کشمیر را لغو کرده بود. خانواده یک مرد بریتانیایی که در روسیه متهم به جاسوسی شده خواهان اقدامات بیشتر دولت این کشور برای آزادی او از زندان شدند. پول ولان 10 ماه پیش در هتلی در مسکو بازداشت شد. روسیه میگوید او هنگام بازداشت اسناد سری در اختیار داشته. وزارت خارجه بریتانیا میگوید مقام‌های کنسولگری این کشور به طور مرتب با آقای ولان در ارتباط هستند. آقای ولان به طور همزمان تابعیت آمریکا، ایرلند و کانادا را دارد و در نیروی دریایی آمریکا خدمت می‌کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هیچ مدرکی درباره جاسوس بودن آقای ولان وجود ندارد و خواهان آزادی فوری او شدند. اگر گذرتون به روم پایتخت ایتالیا افتاد و قصد صرفه‌جویی در هزینه رفت آمدتون رو داشتید، امکان اون فراهم شده. کافی است مقداری بطری پلاستیکی جمع کنید. مسئولان این شهر در ایستگاه‌های قطار دستگاه‌هایی نصب کردند که از طریق اونها می توان بطری پلاستیکی رو بازیافت کرد و در عوض امتیاز اعتباری برای خرید بلیط گرفت. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
به تعبیر رومی های باستان شهر ابدی و روزگاری پایتخت جهان، شهری که از مراکز اصلی گردشگری در اروپا به حساب می آید. گردشگر زیاد منفعت اقتصادی زیادی هم برای شهر به همراه می آورد. و البته یک مشکل بزرگ، زباله. تابستان امسال شهر را زباله برداشته بود، آنقدر زیاد که مسئولان حالت فوق‌العاده اعلام کردند و پزشکان از مردم خواستند از زباله های کنار خیابان که منشأ بیماری‌اند دوری کنند. بطری های پلاستیکی بخش زیادی از زباله ها را تشکیل می دهند. ایتالیایی ها نسبت به سایر مردم اروپا بطری های آب بیشتری مصرف می کنند، تقریبا نفری 188 لیتر در سال. و حالا بطری های مصرفی گردشگران را هم به آن اضافه کنید. حالا در روم طرحی موسوم به بازیافت و سفر به اجرا گذاشته شده. در چند ایستگاه مترو دستگاه هایی نصب شده که مردم از طریق آنها می توانند بطری های پلاستیکی را بازیافت کنند. در عوض دستگاه از طریق اپلیکیشن خاصی که در موبایلشان نصب شده به آنها اعتبار می دهد تا برای سفرشان بلیت بخرند. 5 سنت بابت هر بطری. برای تهیه یک بلیت یک سره مترو، یعنی حدود 1.5 یورو، باید 30 بطری بازیافت کرد. طرحی که به نظر با استقبال همه روبرو شده، حتی آنهایی که حال بازیافت کردن ندارند. اگر برای تشویق مردم به بازیافت از پول استفاده بشه، حتی اونهایی که حس تمدن ندارن هم بازیافت میکنن. بالاخره بطری‌های پلاستیکی دارن توی روم بازیافت میشن. مردم به جای اینکه بطری‌ها رو دور بندازن، اونها رو داخل دستگاه‌های مخصوصی می‌ریزن، چون جمع‌آوری زباله تو روم مشکل بزرگیه. اما با وجود این خبر خوب، بوی بد هنوز به مشام می‌رسد. بی‌توجهی به وضعیت زباله در روم، ضربه بزرگی به چهره این شهر زده. این وضعیت فاجعه آمیزه. روم مثل میلان نتونسته سیستم تفکیک زباله کارآمدی داشته باشه. همینطور نتونسته مراکز بازیافت مورد نیاز 3 میلیون نفری رو که اینجا زندگی میکنن بسازه. اگه مرکز دفن زباله تعطیل بشه و مراکز بازیافت جدید ساخته نشه، زباله ها به بیرون از منطقه منتقل میشه. بازیافت بطری های پلاستیکی از طریق دستگاه مدت هاست در چند شهر اروپا و جهان انجام می شود و روم تا رسیدن به آنها راه زیادی در پیش دارد. به قول یک ضرب المثل مشهور، روم در یک روز ساخته نشده و برای حل مشکل زباله در روم زمان و کار زیادی لازم است. مهدی بیگی، بی بی سی. به این ترتیب می رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.